منطقه حفاظت شده ی دنا یکی از مهمترین بانجیژن گونه های جانوری کمیاب جهانه. در این منطقه بیش از 320 گونه ی جانوری شامل پرندگان، پستانداران، خزندگان، آبزیان و جانوران شب‌زیست زندگی می کنند. شاخص‌ترین آنها کلبوز، کپک دری و خرس قهوه‌ای می باشد. حتی بازمانده های نسل چرکس ها در جهان هم در دنا وجود دارند. کوه، جنگل و 1200 گونه جای در دنا شرایط لازم برای زندگی این جانوران را مهیا کرده. این ویژگی باعث شده 16 تیر ماه سال 90 دنا به عنوان 561 ذخیره‌گاه زیستگاه جهان در یونسکو ثبت بشه. توجه ویژه به دنا مثل سایر زیستگاه های مهم جهان مورد توجه ویژه سازمان یونسکو قرار می گیرد. حفاظت از این گونه های جانوری کار راحتی نیست. فقط در بهار امسال 37 محیط‌بان دنا در 50 مأموریت خود 100 متخلف را دستگیر کردند و تحویل محاکم قضایی دادند. ما تقریبا 1/5 نرم جهانی نیرو داریم. بارها بوده که محیط‌بانان ما در عملیات با این سودجویان درگیر شدن. من یک قدم برداشتم شلیک کرد. یکیش 1 سانتی آورت بوده، 3 تاش تو جلو خورده. بخیش هم تقریبا همین نزدیک های گیلو و ریه بودن، یکیش هم تو ریه بود. در زمستان که غذا کم میشه، محیط‌بانان برای گونه های جانوری علوف تهیه و در تابستان تشنگی گونه های جانوری را رفع میکنند. بارش های اخیر خیلی کم بوده و کم آبی بسیار زیادی داشتیم. ما هم باید به همین منوال آب رسانی و در ارتفاعات انجام بدیم که به حیات وحش و آسیبی نرسون. مردم یار جدا نشدنی محیط‌بانان در حفاظت از گونه های جانوریه. برای تأخیر بشه کارسی های غیر مجاز، برای رابندان هم با خودی همکاری کنیم. نشون میده که مردم میتونن در طبیعت زندگی کنن، رشد کنن بدون که به طبیعت آسیبی برسه. بر اساس قانون جهانی یونسکو از زمان ثبت این ذخیره‌گاه تا 10 سال اگر امنیت و مراحل حفاظتی به درستی صورت نگرفته باشد، عنوان مهم بین المللی ذخیره‌گاه زیست‌کره پس گرفته می‌شود. حفظ این ذخیره‌گاه مهم جهانی که وسعتش بیش از 255 هزار هکتاره نیازمند همکاری مردم، افزایش محیط‌بانان و استفاده از امکانات پیشرفت است. بسیپور، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حفاظت شده دنا.